بسم الله الرحمن الرحیم با سلام خدمت شما بینندگان عزیز در خدمت شما هستم با بخش خبری امروز چه خبر از شبکه جهانی نور ائتلاف ملی آزادی خواهان سوریه روز یکشنبه گذشته اعلام کردند که به زودی دولت موقت سوریه را تشکیل خواهند داد دفتر اطلاع رسانی این ائتلاف که مرکز آن در قاهره قرار دارد ضمن اشاره به پیشرفت ارتش آزاد در نبرد علیه رژیم بشار اسد تاکید کرد تا دو هفته دیگر نام وزرای دولت موقت سوریه را اعلام خواهند کرد در همین راستا ولید البنا سخنگوی اعتلاف ملی سوریه در یک مصاحبه مطبوعاتی گفت دولت موقت پس از سرنگونی رژیم بشار اسد و تا زمان سپری شدن مرحله انتقالی و تدوین قانون اساسی جدید و برگزاری انتخابات اداره امور کشور را بر عهده داشته و برای حفظ امنیت کشور از نیروهای صلح سازمان ملل کمک خواهد گرفت. گفتنی است ائتلاف ملی فراگیرترین سازمانی است که اغلب گروههای آزادیخواه سوریه را در بر دارد و در نوامبر گذشته با حضور نمایندگان احزاب و گروههای مخالف رژیم اسد پس از سه روز گفتگو در دوهه تشکیل شد به گزارش واحد خبر شبکه ی جهانی نور روزنامه لبنانی المستقبل نوشت که علی لاریجانی رئیس مجلس شورای ایران در دیدار اخیر خود با مقامات عراق به آنان گفته است اوضاع سوریه بحرانی است و ایران امیدی به پایداری رژیم بشار اسد ندارد بر اساس این گزارش ایران از همکنون گفتگو با اپوزیسیون حکومت لبنان را آغاز کرده تا پس از سقوط بشار اسد بتواند همچنان پیوندهای خود را با حزب الله لبنان حفظ کند همچنین این گزارش تصریح می کند که مقامات حکومت ایران نسبت به تأثیر منفی و بی کننده سقوط رژیم سوریه بر ایران پیش از انتخابات 11 ریاست جمهوری این کشور نگرانند در همین حال رئیس مجلس شورای اسلامی ایران بار دیگر ضمن تاکید بر پشتیبانی از رژیم دمشق گفته است که اگر اوضاع سوریه به نقطه‌ای غیر قابل بازگشت برسد تهران آماده اعطای پناهندگی به بشار اسد است. دفتر نخست وزیر اسرائیل روز گذشته اعلام کرد که این کشور از تصمیم خود مبنی بر ساخت 3000 دستگاه خانه جدید در کرانه باختری رود اردن صرف نظر نخواهد کرد. بنیامین نتانیاهو در ای در همین زمینه بر ادامه سیاست شهرکسازی تاکید کرد و گفت که اسرائیل در این مورد حتی در برابر فشارهای بین المللی ایستادگی می کند. این اطلاعیه اندکی پس از آن منتشر شد که فرانسه، بریتانیا، سوئد و دانمارک در اعتراض به تصمیم اسرائیل سفرای این کشور را احضار کردند. لازم به ذکر است پس از ارتقاء موقعیت فلسطین در سازمان ملل متحد بود که دولت اسرائیل اعلام کرد در نظر دارد سه هزار دستگاه خانه جدید در مناطق تحت تصرف خود بسازد. به گزارش واحد خبر شبکه جهانی نور در پی افزایش آلودگی هوا در پایتخت ایران مرتزا تمدن استاندار تهران گفت برای جلوگیری از تشدید آلودگی هوای تهران همه بخش های فعال در این شهر به جز بانک ها و مراکز اورژانسی و درمانی امروز و فردا تعطیل خواهند بود تمدن با اشاره به اینکه آلودگی هوا ناشی از سمهای خطرناک نیست از شهروندان تهرانی خواست تا کمتر از خودروی شخصی استفاده کنند چرا که آلودگی هوا ناشی از ذرات معلق است همچنین یوسف رشیدی مدیر عامل شرکت کنترل کیفیت هوای شهر تهران نیز در خصوص وضعیت آلودگی این شهر گفت در حال حاضر شهر ری آلوده ترین منطقه تهران و شاداباد و اقدسیه پس از آن مناطقی هستند که میزان آلاینده ها در آن به شرایط استرار بسیار نزدیک است بر اساس اطلاعات منتشر شده از سوی شرکت کنترل کیفیت هوا تعداد روزهایی که ساکنان تهران هوای ناپاک به ریه های خود فرستاده در 6 سال گذشته به شدت افزایش داشته و در سال 1390 به اوج خود یعنی 218 روز رسیده است ترکیه ممنوعیت هجاب در مدارس دینی را لغ و به دانش آموزان دختر در مدارس عادی نیز اجازه داد در کلاس های آموزش دینی هجاب بگذارند این اقدام در پی قانونی مطرح شد که در مارس گذشته تصویب شده و بر اساس آن اجازه تأسیس مدارس متخصص در زمینه آموزش دینی داده شد که دانش آموزان در آن شیوه آموزش مدرن را نیز می آموزند. رجب طیب اردوغان در کنفرانس خبری اظهار داشت ما باید به همه اجازه دهیم که آنچرا که میخواهند با توجه به امکاناتشان بپوشند و این تصمیمات گامهایی بوده که بنا به خواسته مردم برداشته شده است حزب عدالت و توسعه حاکم بر ترکیه اصلاحاتی در نظام آموزشی مطرح کرده است که به نقش مدارس دینی تحکیم بخشیده و از آنجایی که این امر تدین و دینداری را گسترش می دهد نگرانی سکولارها را برانگیخته است. به گزارش واحد خبر شبکه جهانی نور دو شبکه توییتر و گوگل برای کمک به پیامرسانی مردم سوریه در برابر سانسور و قطع اینترنت از سوی رژیم اسد خدماتی با نام سپیک تو تویت ارائه دادند. با ارائه چون این خدمتی از سوی گوگل و توییتر دیگر سانسور خبری شکسته خواهد شد و آزادی خواهان سوریه می توانند بدون اینترنت نیز با خبرگزاری های جهان ارتباط داشته باشند و اخبار خود را در قالب پیام های کوتاه در شبکه توییتر منتشر کنند این دو شبکه در فوریه 2011 هنگامی که مردم مصر در حال قیام علیه رژیم حسنی مبارک بودند نیز چون این خدمتی را به مردم مصر ارائه نمود هفته گذشته رژیم اسد برای سرپوش گذاشتن به کشتار دست جمعی و استفاده از های شیمیایی در مناطق تحت کنترل ارتش آزاد سوریه اقدام به قطع شبکه اینترنت در سوریه نمود تا درود دیگر الله یار و نگهدارتان